وقتی بعد از انقلاب از طرف دفتر آیت الله منتظری اعلام شد که همایش نهضت های آزادی بخش همه جهان در تهران برپا خواهد شد در اول این خبرش خیلی خبر جزایی بود به خصوص برای نیروهای چپ که خب قوی هم بودند که قرار این نهضت ها که همه نهضت هایی که مورد تایید چپ بودند اینها بیان در تهران و چقدر خوب و به حال حکومت انقلابی است و و اینا اومدن وقتی اومدن خیلی صحنه عجیبه وجود اومد در هاشیه این کنفرانس یک خبرنگار فرانسوی که در زمانهای سابق هم به ایران اومده بود و حتی اگر اشتباه نکنم در زمان جشن‌های هم ایران بود و خودشم هم تمایل چپ داشت و داره او به من گفتش انگار نه انگار که این همون شهری است که چند ماه پیش تعداد زیادی از پاچه های سابق اروپا و اینا توی زندگی میکردن. راست میگفت در به خصوص بعد از سال 45 که در آمده نفت ایران بالا رفت یعنی ده ساله آخر پادشاهی چند تا از پادشاه های دنیا به هر حال یک نوعی با دربار ایران ارتباط مالی داشتن کمک بهشون میشد به مناسبتهای مختلف بعضیاشون در خود تهران ساکن بودن بعضیاشون در تهران ساکن نبودن مثل علاز از آخرین پادشای افغانستان در روم بودن ولی به هر حال توجه بهشون میشد بعضی ها مثل پادشای سابق یونان در رفت آمد تقریبا مدام بودن با تهران در سفرهای عید به کیش یا در تابستونا به سواحل شمال ایران بعضی ها مثل پاچه سابق آلبانی آخرین پاچه آلبانی و همینطور آخرین پاچه بلغارستان پاچه اروپایی بودن که در ایران کار میکردن شاهزاده ها هم بیشتر از اینها بودن تعدادشون که تجارت هایی داشتن نمایندگی هایی داشتن در تهران کار میکردن به هر حال با دربار هم ارتباط های خودشونه داشتن و یه همچین فضایی تبدیل شده بود به اون مجلسی که ما دیدیم که خیلی مجلس فقیرانه ای بود به اصطلاح مجلس جمعوری اینها و پیدا هم بودش که اون گروه اول برای گرفتن پول اومده بودن شاید به یک نوعی بشود گفت که گروه دوم هم منظوری غیر از این نداشتن یعنی پادشاهان اروپا و اینا هم, هم قراردادی به حال نوع زندگی بهتری در ایران ایجاب میکرد براشون چندی پیش وقتی که عروسی ولی آخرین پادشاه آلبانی در تیرانا برپا شده بود وقتی که شهبانوی ایران هم اونجا بود و در عکس دیده شده بود خیلی ها تعجب کردن که چرا اینقدر در اون صحنه به عروس و داماد نزدیک انگار که خیلی باهاشون نزدیکی و واقعا اینطوری بود به خاطر اینکه آخرین پادشاه آلبانی و همسرش در ایران زندگی کردن و زیاد در این مهمونی ها دیده می شدن و همسر او یعنی آخرین ملکه هم زبان فارسی کم و بیش یاد گرفته بود از جمله ترانه های فارسی هم یاد گرفته بود ظاهرا صدایی هم از قدیم داشت و بنابراین ترانه های معروف هم میخوند داخل پرانتز خوب یادتون باشه که آلبانی همون مرکزی است که رادیو تیرانه ازش پخش میشد و پرصدا ترین رادیوی مخالف پادشاهی بود